بهتری؟ نه، داره نفسای آخرش میکشه. ای وای، ای وای، یعنی پولو بگیری، من برم سویچو بردارم بیام سویچ ماشین. بابا این پول فقط دادم به اون خانوم بنیز بسه دروغ بسه قیافت شبیه دروغ شده دروغ گو حالا دیگه تو دیگه بل کن دیگه کم حرف زیادی بزن دیگه من به خاطر تو هم این کار رو کردم دیگه دروغ گو سلام آقای پیردوست این مریض اورژانستون اینه؟ یه مشکلی داری؟ پس همه این کارا زیر سر تو بود پیرمردا همه این کلکا رو تو چورت کردی ها این پول چیزه آقای پیردوس راستش گرفتیم که بدیم به شما خب بده به من دیگه بده به من پول بده 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 آی چه خبره؟ سلام علیکم خوشحال هستم. سلام. چه خبره اینجا؟ بابا جو پولمونو میخواین. پول چی چی رو میخواین؟ من درگیری به خاطر پوله. پولمو میخواین خانم. حالا چقدر پول میخواین؟ 50000 تومان خانم 50000 تومان. واسه ببینم 50000 تومان قبلی چی شد؟ 50000 بابا من نباید دارم. دارم یک ساعت منتظر من. پولمو خوردن یه شیر کاکائو هم روش خیلی خوب پولمو میخوام خانم پولمو میخوام چیز زیادی نمیخوام پولمو گرفتی آره آقا جون پولمو گرفتم بله خیالم راحت شد ببین آقا جون من فقط قرارم این بود پولمو بگیرم همین پولم هم گرفتم خیلی خوب بفرمایید چرا ناله میکنی کسی نیست دیگه برای چی ناله پاش بریم خونه پاشو قربان مبارکتون باشه میگم خدا رو شکر دیدی چه خطر بزرگ از بیخ گوش ما پرید بله بله شانس آوردیم بله خوب شد که این دوست شقای خانوم پول همراهش بود قربان بله این پول رو که به پیر دوست داد شرش خوابید بله وگرنه این پا میشد میومد با این بلنگو دستی ها اینجا حیثیتمون رو میبرد نوشی جانتون کارگا به جان تو وقتی میبینم اینجوری ها با این عشق شیر کاکاو و کیک میخورین ها من احساس زندگی میکنم قربونت برم حرف نداره آقای پیردوست خیلی خوش من نوشی جان شما در نکنم نوشی جان بفرمایید میل بفرمایید نوشی جانتون به بح 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 میام ارس میکنی ما شیر کاکاو میخوایی اصلا فکر نمی کردم قرار اون ترفی بگیری که تو همه ترفی و این مقام فردا یه تارمون پسره چکره پیش میاد سوء تفاهم ما همه مخلصه این پسر من اشتباه کرد هی به من میگو بابا اینا میان شیر کاکاو میخوانن سلام برم کنم که بشه آره دیگه معمول میومدید اینجا من میرفتم حساب کنم اینا این تقصیر این بود من همش این اشتباه رو میکردم اصلا این میگوی شیکاگو رو میخورن یا غیبشون آره نوشی جانتون کیف میکنه کوروش میگو ما غیبمون میزنه آره تو میگفتی ما غیبمون میزنه آره دیگه عزیز دلم من یه توضیح خدمت شما بدم جون دلم نوش جونه عزیزم بکن جان من بخور نوش جونه یه توضیح بدم نوش جونه ببین اصلا غیبشون میزنه با اینکه پولشو نمیدن در میرن فرق میکنه فرق میکنه یعنی اینکه ما غیبمون میزد تا اینکه پولشو نمیدیم با هم خیلی فرق میکنه من به این میبینم
میگفتم اصلا تو جهان مردم کره زمین مردم کره زمین در طول روز یک میلیارد چیرکاکاو دارن میخوان پولشو نمیدن در میرن اون وقت من کاراگاه به این گندگی با این نرغول شیرکاکاو بخوریم پولشو ندیم در بریم قیبش که میزنه با اینکه پول نمیده با هم اصلا کاراگاه جبران این کار میکنه قربونت دارم نوشه جون نوشه جون شیرکاکاو کیکای ما رو حساب کن میخوایم بریم اصلا قابل تو نداره جون تو قابل نداره میگم دیویدی میبرم پولشو نمیدم ولی شیرکاکاو کیکو باید حساب بکنی بزن دو تا کیکو شیرکاکاو این 500 و بزن 700 و 3000 و 3000 چی شدن این آخر؟ رفت پشندی قراره بشیم معاون اجرایی اداره کشفیات قربونتون برم من امیدوارم تواناییشو داشته باشی بله بله قربان من به هر حال ثابت میکنم شما خیالتون راحت باشه میتونی مطمئنم بله بله. مطمئنم فقط یادت باشه بله. اولین اشتباه آخرین اشتباهه بله بله همه کارمندان اداره باید بهت اعتماد کنن هیچ بله بله. اشتباه و تخلفی از سر نزنی که آبروی منو میبری بله بله خیلی مطمئن بله. مصمم گام برمیداری بله 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 اجازه نمیدی بله بله که احد و ناسی بهت بی احترامی کنه بله بله مردم دار باش بله بله یه معاون اجرای خوب کسیه که هیچ فصلی بهش نمیچسبه بله نه قربون متوجه منظورم شدی بله جناب رئیس من که ببینید من که همه به احترام میذارن با شرافت زندگی کردم هیچ نکته مبهم و تاریکی هم در زندگی من نیست قربان شما میتونید بپرسید آهای احای اداره کشفی بدونید آگاه باشید که این کارگاه پشندی دوسته، مفخوره قوامنده نهاده دارش شریف هم که با علق جبینم دارم نوم میخورم قربان های کارگاه هر روز صفیات مغازه من شیر کاکاو میخوره، کیک میخوره، بکم نمیده، فرار میکنه آقای رئیس من شیر کاکاو نمیخورم آها پس همه دوستت دارن بلی بلی. هیچ نکته مبهم و تاریکی تو زندگیت نیست قربان اینا از طرف مافیا اومدن اصلا اینا میخوان زیرا به منو بزنن یه سری دشمنن اینا من که چیز ندارم که آقای رئیس من ببینید سوء تفاهم آقای رئیس اداره کشفی با شما نیست من اعتماد نکنی من هرکی حرفای منو باور نداره بلند که بیاد آثار جرم این آقا رو نشونش بدم آقای رئیس من مشکلی نه این نمیدونم چی کارگا من از قره پیر دوستم تا خونه این کارگا پشندی نه این آقا و پدر گرامی برو آدم و قارت کردم بله بله هر چی داشتم شیر کاکاو برداشتم خوردم نه بابا آدامس رو خوردم کفک رو خوردم این آدامس من کی خوردم جناب رئیس دروغ میگی بابا من دروغ میگی من اینا دشمنان من هم خیلی خوب خیلی خوب کارگا پشندی بله 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 برو فکر میکنم پست معاونت اجرایی کم برای تو زود باشه بابا من فعلا برگرد برو تو اتاقه جناب رئیس من تا یه تصمیم درسته حسابی برات بگیرم بابا نه این میدونی برو آخه بذارین توضیح بدم این مشکل داره گفتم من گفتم برو بله 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 سرم شد چیه باز این طرف ها پیدا شده اومدی فضولی کنی نه آقای پیردوس منتظر کاراگاه میخوام بریم سر کار آقا کوروش این چیه؟ این قلاب ماهیگیریه فردا دارم میرم ماهیگیری انقدر خوش میگذرم یه آی نه ما کار زندگی داریم نمیتونیم سلام سلام خوبه هستی ببخشید جناب پیردوس ما مزاحم شدیم میخواستیم سوال کنیم شما چمدون یا ساک مسافرتی دارید آه قصد مسافرت داریم به سلامتی ما از طرف دانشگاه یه تور تفریحی گذاشتن داریم میریم کلاس شما میخواییم بریم مسافرت ببخشید جناب پیردوس نفرمودین چمدون یا ساک مسافرتی دارید یا نه والا ببین خانم همین یه قلم جنس رو نداریم ولی اگه صبر کنین تا آخر هفته میاریم حتما آخر هفته آخه ما فردا داریم میریم حالا اگه خیلی شیوا خانم شما لازم داریم من میتونم چمدونم رو بدم به شما حالا خیلی مقدری هست واسه یه مسافرت دو روزه مثلا به درد میخوره خیلی نه ممنون. به شما نمیدم نه اصلا لازم دارم بهتون ببرم خودم فردا ماهیگیری سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوشحال هستیم قربان شما خوب هستیم دارین مسافرت برای همه میخوام دارم میرم مسافرت
بله میدونم صحبت نکنم. مسافرت تشریف میبرین؟ میخوان برن کلاردشت. بله من با تو حرف نزدم، دارم صحبت میکنم. بله مسافرت تشریف میبرین. بله کوروش هم میخواد بره ماهیگیری. برو ماشین رو روشن کن من صحبت. برو من ماشین برو الان. برو ماشین رو روشن کن من صحبت میکنم. بله مسافرت تشریف میبرین. برو اینجا ولای. برو دیگه. خوب هستین شما؟ خوب هستین. خواهش میکنم. یه سری نکات امنیتی رو من خدمتتون بگم که مسافرت تشریف میبرین در چیز باشید. یکی این که جاده ها لغزنده هست الان در این فصل، شما زنجیر چرخ حتما ببندید. ببینی شیشه ها رو پایین نکشه، سردتون میشه، بخاری رو روشن کنین که گرمتون بشه. بله تو جاده امکان میخ هست، شما زاپاس حتما همراه داشته باشین، یه وقت خدای نکرده چیز نشه. بله چراغای جلوتون رو چک کنین که خوب نور بده بالا. تو شب تو جاده میمونین، بستنی نخورین وقتی میرین. به هر حال احتمال خیلی نکات امنیتی هست رعایت کنین. بله ما خودمون همه رو رعایت میکنیم. من با تو نبودم، تو مواظب باش میری ماگیری غرق نشی، شست پات نره تو چشت. خیلی عجله داریم، ببخشید عذر میخوام، بودو بریم. خدافظ. خنگی فنجیچی شنگنیون مرگ. سلام صاحب. سلام. تعطیلات کجا میری؟ هیچ. ول کنین تهرون رو، ما داریم با هم دیگه میریم کیش. تام برو اینجا برای خودت. خوش بگذر. صاحب من دارم میام شما، تو که جای نمیری. من نمیرم. پس قربونت برم، اگه تا شنبه من نیومدم کارت منو بزن. غیبت ردشه. یادت نره. قربونت برم. خدا خدا. بیتار که من دارم کسی نیست بخواد بره. آقا بهتر بره. چند تا داریم بازی میکنیم؟ بازی این بازیه، بازیه این برای کارمونه. این یارو بعد بری تو این قلعه اون آدم بدا رو بکشید، تازه اومده. خوبم دوشنبه و سه‌شنبه تعطیله. میدونم. پنجشنبه و جمعه هم اداره‌مون تعطیله. چقدر اطلاعات جالبی داری آی کیو. پنجشنبه جمعه هم اداره‌مون تعطیله. خب معلومه اداره‌مون. می‌خواستم بگم که یعنی چهارشنبه هم اداره تعطیل کرده که خب. اگه کارمندا جای می‌خوان برن بتونن برن. قربان. هیچ جا ما نمی‌تونیم بریم چون پول نداریم. قربان آخه همه دارن میرن. همه برن اگه گوشش بازی میکنم، همه برن. ما الان تا قزوین هم نمیتونیم بریم، 2000 پول نداریم. افتاد الان قربان از آقای رئیس وامی دستمزدی نمیشه. از آقای رئیس خیلی خوب کار کردیم این مدت، خیلی دستگل باب ندادی تو که برم الان مساعده بگیرم. قربان ما از وقت نمیذاره الان اگه گوشش بازی میکنم. آخه از وقتی که از قزوین اومدیم ترون هیچ جا نرفتیم. من دلم الان گرفته. این قبلا الان گفتی یه دقیقه پیش فهمیدم من. برن مردم مسافرت به من تو مربوط نیست، پول نداریم. قربان یه امتحان الان بازی کن. چی رو امتحان کنم؟ برید پیش رئیس، ما کارگاهیم، ما ببین از صبح تا شب کار میکنیم، همش ماموریت به مغزمون نمیکشه و بعد قراقاتی میکنه. تو از ابتدا مغزت نمیکشید، قراقاتی کرده بود، از چیز تازه ای نیست که. بذار بازی میکنم. نمیشه پیش رئیس بریم، هیچ پول نداریم الان ما بخوایم بریم. قربان نمیذاری گوشش من بازی میکنم. یه امتحانی بکنید، بالاخره رئیس هم آدمه دیگه، درسته که زبون نمیفهمه. چون دوربین الان داره میگه من، ولی آخه احساس داره، مغزش یه خورده عاطفیه. نمیشه سعید جان، دلش سوزه با حالمون. نمیشه، من الان با هیچ روی ندارم برم این ماموریت اخیر رو. مطمئن باشید عصبانی نمیشه. نمیذاره اگه گذاش باز نمی. خیلی خوب میرم. اه اه این چرا میکنی؟ گفتم میرم. پس پاشیدم. میرم. کار تو بکن. برو با من. قربان ما توی اداره پوسیدیم. خب ما دلمون پژمرده، سفری تفریحی جایی ما از وقتی اومدیم همش ماموریت. من چیکار کنم؟ خیلی خوب. بله بله مغز منو خوردی. هر جا میخوای بری برو. بله من کسی جلوتو نگرفتی. نه من که هر جا میخوام بریم درست. ما تو پول نداریم، من مساعده میخواستم. اگه میشه 50000 تومان بدیم من قزوین. پول نداره کارگاه، تو هم حقوقتو جلو جلو گرفتی. بله ولی حالا یه برای مثلا برج بعد اینا اگه ما خب یه حرف نباشه. معذرت میخوام. بله در رفتم.
این ترسوهای بزدل نه خیر، خودم یه فکری میکنم. کی در رفت قربان؟ کاراگاه گفتی خسته شدی. بله خیلی خسته شدیم ما، یه چند مدت سفر نرفتیم، همش ماموریت بوده. خب بس دیگه، بله. کاراتو بکن، فردا صبح عازمی. بله کجا؟ بله دیگه مسافرت خارج از کشور نظر گرفتم، میخوام بفرستم دون بر آب. خارج از کشور؟ اون بر آب؟ 24 ساعت بیشتر وقت نداریم، تو اون دستیارت میرید خارج. من و ساعت؟ شما یه همسفر دارید که امشب بهتون ملحق میشه و آموزش های لازم رو بهتون میده. آموزش بهمون میده؟ آره. آموزش چی چی؟ آره، باید زبونتون رو قوی کنید، یه حرکاتی هم هست که باید باهاتون کار کنید. برای یعنی برای چی فرمالت اینا؟ خارج؟ این موضوع گوش کن، این موضوع خصوصیه، بین من و تو میمونه. آه یعنی برای اینکه کارمندگی فقط بین من و تو، یعنی برای اینکه کارمندگی حسودیشون نشه چشمم چشمی اینا. خارج ما میریم. گوش کن، گوش بده به من. خواهش. حالا برو خودتو برای فردا آماده کن. بله بله چشم قربان، اجازه میدی من شما رو ببوسم؟ برو. سلام علیکم. سلام علیکم. قربان شما، خوش آمدید. بفرمایید. ما یک سفری در پیش داریم آقای پیردوس. به به، به سلامتی. همه قصد سفر دارن، کجا به سلامتی؟ میخوام بریم خارج آقای پیردوس. این معنا نگفتم، این نگی. آقای کاراگا میخوای سفر اروپا بری اما مخفی میکنی. بابا گلی به گوشه جمالت، خیلی تو داری ها. نه ازشون یه ماموریت کاری هست، خیلی چیز نیست، برای همین بود که بله خدمت رو عرض میکردیم. ببینم دوربین چقدر پول داری؟ من دوربین نگفتم میخوام، الان میخوام بگم ما یه دوربین میخوایم برای عکس و اینا بگیریم، فیلم برداریم. خب چقدر پول مول داری؟ چقدر پول دارم من؟ همین مسئله اینه که پول یه مقداری ما چیزه، ما مثلا حرف میخورم میزنم، ما یه مقدار ما میخواستم قرض بگیریم اگه بشه دوربینو. دوربینو بله بله. ببینم دوربین من قرضه میخوای بگیری ببری اروپا. ببین کاراگا، فکر میکنی ما چجوری ها هستیم؟ ما خری؟ نه. ما خودمون ختم روزگاری. نه ما کلا سرمون نه میره. منظورم قرض نیست، منظورم اینه که دوربین مثلا قسطی و اینا نمیشه یه جوری. حالا ببینم چقدر پول مول داری؟ پول که والا پول که نه، همجور قسطی ببینین چجوری میشه، مثلا چیکار میشه. ببین چند ماهه میتونی بدی؟ قسطش چجوری میتونی چند ماهه بدی؟ ببین من واسه 6 ماهه ببندم خوبه؟ 6 ماهه ببنده میتونی بدی قسطشو؟ 6 ماهه خوبه؟ حرف بزن. 6 ماهه، 6 ماهه میده. 6 ماهه قسطشو. دست شما داد. دوربینش خوبه الان؟ دوربینش دوربین؟ آره دست شما در نکنه. خیرشو ببینی کاراگا. 6 ماهه میتونی بدی قسطش؟ نمیتونی الان بگو نمیتونم بدم. 6 ماهه میتونی قسطش؟ حرف بزن. آره میتونه بدم. یک دوربین. برو. 6 ماهه بستم بخوام. بریم با امید خدا. عکس بگیر. عکس بگیر، از همین لحظه خاطراتمون رو ثبت کنیم در شروع سفر. بگیر عکس. بله. سلام علیکم. بابا خوشحال هستیم. خوشحال هستیم. شما خوبین؟ شما خوبین؟ مرسی. تشریف دارین میبرین کلاردشت؟ بله. میرن کلاردشت. بله. چون ما مازم سفر هستیم. بله. کجا؟ بله. محرمانه است، ببخشید. میریم خارج. آها. بله. آها. بله. دهنتو گل بگیری وقتی من ببخشید من البته خودم میخواستم بهتون بگم منتها خب چون کار اداری بود و اینا گفتیم هم فعلا هم تماشا دیگه. ببخشید جناب کارگاه، کدوم کشور تشریف میبرید؟ بله ما میریم خارج دیگه. بله میدونم، منظورم اینه که کدوم کشور تشریف میبرید. آها از لحاظ کشوریش میفرمایید. بله. ببینید هنوز قطعی به ما نگفتن، ما یا میریم اروپا یا میریم مثلا آلمانی فرانسه. ایجا خب آلمان و فرانسه که تو همین اروپا که خوب هستین شما؟ خوبین قربان شما، خوشحال هستیم قربان شما. خیلی خوشحال هرجا میریم خوشحال شدیم. خدا به شما خدا ببندون. بله سلام علیکم. سلام علیکم قربان شما. سلام شما خوشحال قربان شما. شما خوبین؟ بله قربان شما. شما خوبین قربان شما؟ اینا چیه؟ من که یه پسر بیشتر ندارم که. آخه این برای مهمونی امشب بسرش میگیرم برای خدا. بله بله خیلی من بفرمایید. خواهش برای خدا. How are you? قربان ببخشید. قربان. بله. ببخشید. به انگلیسی هری چی میشه؟ هری؟ هری. تیک آف. تیک آف. تیک آف اینه بابا. سلام. تیک آف اینه فادر. بله تیک آف اینه بابا. How are you?
This is a tactics. This is a blackboard. Sorry. I am student. Say it. I am student. You are a teacher. You are a teacher. Say it. دارم حرف میزنم تو دارم حرف میزنم. بله قربان. تو اینایی که میگی معنیش هم میفهمی؟ بله قربان. من انگلیسیم فوله. من تو قزوین خیلی کار کردم انگلیسی. بله. بگو ما یه اتاق رو به دریا میخوایم. مثلا رفتیم هتل میگه آقا ما سلام علیکم اول سلام علیکم ما یه اتاق رو به دریا میخوایم. بگو قربان اونجا که میرین دریا داره. بگو الان این جمله رو. بله we want روبه یک وام اتاق روبه دریا. بخون بله چشم. مزخرف گفتی همه رو. بخون الان. بله چشم. I'm going to the school. گنده مک. یس سر. بله آقای تو که کمک من نکردی که. بله برو با این دختره بگو امشب بیا شام اینجا بتن. چشم. بشین بابا. خب میذاشتیم میرفتم دیگه قربان. من خودم میرم. شما بشین تمرین بکن من خودم میرم. چشم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. حالشان چطوره؟ شقایق خانم تشریف داره؟ شقایق. سلام علیکم. ببخشید عذر میخوام. خوب هستی خانواده؟ خوبم قربان شما. ببخشید من مزاحم شدم. خوب هستی؟ قربان شما. مرسی. بفرمایید. عرض کنم که یک بابا مهمانی دادن. مهمانی خدافظی. میخواستن که من از شما دعوت کنم که تشریف بیارین. همه هستن اهالی ساختمان. بله خیلی ممنون. حتما میایم. ببخشید یه لحظه من یک مطلبی رو میخواستم منتها نمیدونم چطور من مطلبم بگم. من چون بگم. سفری در پیش هست این مهمانی هم شما تو برگشتن من صبر میکنی؟ چرا من باید تا برگشتن شما صبر بکنم؟ بله نه حالا اصلا مهم نیست. فراموش کنید. بله خواهش. من به حالا خدمتتون. خیلی ممنونم. ببخشید. نه یه لحظه من یک مطلب شما عجله چرا انقدر دارین؟ عجله دارین؟ من مطلبی رو سریع عرض میکنم. عرض کنم که چیزی نمیخواین براتون بیارم؟ نه منظورم سوغاتیه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بله. ببخشید من یه لحظه تشفیر. من عجله دارین شما؟ نه. من شما سایز کفشتون چنده؟ شما حالتون خوبه کارآقا؟ خوبم. شما خوبی؟ مرسی. خیلی ممنون. شما خوبی؟ من همین. من فقط میخواستم ببخشید. ببخشید یه لحظه من نگفتین تا برگشتن من صبر میکنی؟ کارآقا شما سالم برگردین. بقیهش مهم نیست. خیلی لطف کردی. خیلی خوش آمدید. بفرمایید از این میوه شیرینی میل کنید. عرض کنم خدمتتون من خیلی خوش آمد میگم خدمتتون که دست آوردین امشب دعوت ما رو پذیرفتین که به خاطر حالا این سفر و این ماموریت و اینها. یکی همین که فقط یه خواهشی داشتم این که این در واقع جایی درز نکنه که ما میخوام بریم خارج. به هر حال به خاطر مسائل امنیتی مثلا حوصله این حرفا. حالا کجا میریم؟ ما میخوایم بریم خارج آقا کوروش. آقای رئیس هم 100 یورو به ما داده. خب بس آقای کارآقا ان شاء الله به سلامتی مبارک باشه. این بابت قسط اول دورمینه خدمت شما. بله مبارک. گشادتو ببند. الانم این 100 یورو از قسط اول بگیر. از یورو میدی؟ قسط اولو با یورو میدی که دیگه آدم میشی حرف نزنی. بله خیلی خوش آمدین. من افتخار میکنم یه همچین پسری دارم. انشالله از مسافرت که برگرد که دست بالا. انشالله حالا انشالله چیز شه کارآقا سالم برگردن انشالله از سفر دیگه همه چی درست میشه. ببخشید ما خیلی بهتون زحمت دادیم. اگه اجازه بفرمایید مرخص بشید. ببخشید من خدمت رو عرض میکنم که ساعت قراره برامون امشب بخونه. ده 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 ده. افتخارت. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام. حال شما چطوره؟ مرسی. معذرت میخوام، شما اینجا چیکار میکنید؟ من همسفر شما و مسئول آموزشتون هستم. بله، خوشحالیم. بله. برنامه است اینجا چه خبره؟ به مهمانی خداحافظی دادم. کارگاه، این یک مأموریت کاملا محرمانه است. بله. داری چی کار میکنی؟ میدونی؟ بله، خودیان بابا همه. به فهم داره همین. ببخشید، شما چجوری اومدین تو؟ از روی دیوار پریدم. به به به، چقدر جالب، خوشم اومد. دفعه آخرت باشه از روی دیوار خونه کارگاه میپرید. مفهومه؟ بله کارگاه. خوشحالیم. بفرمایید. شما مطمئنین این ابلها از پس این مأموریت برمیان؟ گوش کن، چاره ای نداریم. هیچ کدوم از کارگاه‌ها حاضر نشدن توی این عملیات شرکت کنن. کارمندام همه رفتن مسافرت. هیچ کس توی اداره نمونده. من توی این فرصت یکم هیچ دیوونه ای رو پیدا نمی‌کنم جای اونا بذارم. راشون بنداز، باهاشون تمرین کن. تو میتونی کارگاه. بله قربان، اطاعت. چاو. تعطیلات آخر هفتم و من باید برم ماهیگیری، بعد اون ابلهای کودم باید دارم خواهد. من تو بچسب ماهیگیری، شاید منم باهات اومدم، به اون خوش میگذره ها. شما دوتا بلیط خارج بگی بریم خارج ماهیگیری کنم، من بیشتر به من خوش میگذره. بلند شا جا تا بنداز. تو فکر میکنی من چقدر اونجا در میارم؟ تو فکر میکنی من تو چرختی بزرگت کردم؟ بذار حوصله‌ام سر میبری دیگه بابا. حوصله سر چی میبرم؟ حوصله سر میبرم؟ حالا داری میگی؟ من هم برات هم پدر بودم هم مادر بودم. من سعادت تو رو میخواستم. تو چجوری فکر میکنی؟ صدا چیه؟ این صدا چیه؟ من تو زندگیم غیر از اینی که سعادت تو رو میخواستم چی میخواستم؟ اینا چی میگم؟ غیر از اینی که برای خودم بدبختی درست کردم، همش سعادت تو میخواستم، یه جور میخواستم آدم بشی، درد چی میگم؟ یه کاری بکنی، یه گرفتاری برای خودت درست کنی. هیچ وقت تو آدم نشدی که بفهمی من حتی چی میخوام چی نمیخوام. پسر برای خودم درست کردم، جون کندم، زحمت کشیدم واسه که تو آدم بشی، نشدی دیگه. یک، او، سه، بش، بب، بش، بب، بش، بب، بش، بب، بش، بب. من دیگه نمیتونم. خور نزن کارتو. کشش ندارم. استراحت به مدت یک دقیقه و 30 ثانیه. چیزی که بعد شما یاد بگیرین اینه که چش و گوش تو اینه یه عقاب باشه. ببخشیم از چی باشه؟ مثل یک عقاب. حالا من یک پرده از کارمو بهتون نشون میدم. چیه اینه؟ آره. چه خبره؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون؟ کوروش، ما میخوایم بریم خارج، داریم تمرین میکنیم. خودیه؟ بله خودی. حسودی دوشه؟ داریم بریم خارج، حسودی دوشه؟ داریم چشم برم برم ماهی تو بگیم برم ماهی حوز برم شروع میکنیم، تایم تموم شد. قربون چشمیم، قربون تو چشمیم، اجازه بده اسم. خیلی خوب، حرف نمیخواد روز. قربون من میگم که ما اینا میخوام دو روز بریم بگردیم بیام. حرف نباشه، باید اینا رو یاد بگیریم. گرفتم الان همینه، حالا تشنا بگیرین. این وسیله رو که میبینین یک تله انفجاریه. تا شعاع 500 متری هر کسی که دور و برش باشه مثل پودر میفرسه رو هوا. معذرت میخوام، این کارا لازمه، ما سفر توریستی میخوام بریم. نه شما متوجه نیستین، لازمه. آها گرفتم. بله. گرفتم چیه؟ لازمه. ساید بازش کن. قربان آخه من چرا؟ بازش کن. نه اینجوری نمیشه. بعد اول چشمندتون رو بزنیم. با چشم بسته بعد این کارو انجام بدید. آقا معذرت میخوام، شما ببین با چشم بسته شما خودت هم نمیتونین کارو انجام بدید. ساکت باش. بله. گرفتم منظورش. بله اینو بگی بدن. ببند چشمو. این الان ما یه سفر تفریحی میخوایم بریم. ساکت. توریستی به نظر شما این کارا لازمه؟ قربان معذرت میخوام، ما اون وقت چجوری میریم خارج؟ فردا صبح یه هواپیما منتظر ماه. ساعت 10 صبح پرواز داریم. فردا؟ ببخشید چی منتظر ماه؟ یک هواپیما ساعت 10 صبح منتظر ماه. یعنی... پرواز داریم. ببخشید یعنی ما با هواپیما میریم خارج؟ بله. ساعت با هواپیما میریم خارج؟ برو خونسا کن. انبردست دست شماست؟ انبردست برای چی؟ برای چیز دیگه. بگیر اینو. بازش کن. اینها یالا تله کار کنوش.
بیافته منفجر میشه. قربان معذرت میخوام، من یک مطلب رو خدمتتون عرض کنم. من شما فرموده بودین که چشم و گوش ما باید مثل عقاب تیز باشه. دقیقاً. بله بله. الان یه چشمه واسه تو میام، شما بری واسه بچه مال تعریف کنی. منو داشته باش. منو بگی. احسن. اصلا خوب. اینه. آها ببین الان صدای چی اومد؟ در. منو منو داشته باش. من الان کجایی شما؟ ببینم. آها منو داشته، منو نگاه. منو نگاه، منو داشته. دارمت، دارمت. خونسا کن. دستاتو بذار سر بی تو. بی تو! من. دستاتو بذار سر تکون، حرکت نامحسوس بکنی آبکشی. کارگاه این مسخره بازی ها چیه؟ من اومدم بهتون بگم که یک کمی آرومتر خونه رو گذاشین رو سرتون. ای شما این بر خوشحال هستیم، خوشحالیم. قربونشون خشم. چیه؟ گاز پیکنیکی قربان. گاز پیکنیکی میبرن خارج، داریم میریم خارج. آی کیو این اینو میارن با خودشون. خب به درد میخوره اونجا. من میدونم، من رفتم مسافرت، میدونم قربان. بله. در ذهن. بله. قربان شما اسلحه‌تون هم یادتون اینو الان بود. نمیتونستی بعداً بدی بهم. بله. ببخشید اگه شما امری ندارین ما دیگه مرخص بشیم. خواهش میکنم یه لحظه ببخشید. شقایق خانم شما کفش چیز، یعنی میخواین که مثلا بر کفش مجلسی اینا باشه یا همون اسپورت و اینا خوبه؟ چون میخواستم که سریعتر هواپیما منتظرمونه. بریم دیره تون میشه. بریم دیره. هواپیما رو باید منتظره. ببینید هواپیما داریم میریم. پرواز داریم. پرواز داریم. پرواز داریم. نگفت آخره به من میگم. پرواز داریم. هواپیما میریم. با دوچرخه که نمیرن. خوشحال هستیم. خواهش میکنم. خیلی مواظب خودتون باشین. خیلی مواظب خودتون باشین. بل کلاردش میریم. سلام علیکم. سلام علیکم. کوروشان داریم میریم. دیگه حواست تا جمع کن میریم. ببین یه موقع ماهی بزرگ نگیری، خدای نکرده ماهی تو رو با خودش بکشه تو آبا. بچه‌م چه سفارش هایی میکنه؟ بابا آدم از سفارش کردن که ضرر نمیکنه. کوروش جان که شما خانم کلاردش میرین؟ شما رو باش با کی دارین صحبت میکنی پسر بزرگ؟ هوا سرده گفتم همچین لباس گرم ببرین نچاین. یوی آقا کوروش شما اصولا چه ماهیایی میگیرین؟ من بگم چه ماهیایی میگیره؟ این میره الان ماهی قرمز میگیره میندازن تو تنگ برای عید. خیلی خوب ماهی میگیره. خوشحال هستیم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. شما میرین تا عوارضی دیگه، از عوارضی رد میشی. بله. نگاه کن ما داریم میریم خارج، میره عوارضی. من میام تا اونجا، میام تا اونجا. ببریم بابا بزنیم بابا. قربان من تو فیلم ها دیده بودم هواپیما اینجوری نیست. آره منم احساس میکنم یکم با این هواپیما معمولی فرق داره یکم. بس بقیه مسافر ها کشن. من فکر میکنم این رئیس اختصاصی گرفته برای ما که بریم این خواسته سنگ تموم بذاره برای ما، همجور دربست گرفته بریم. سلام علیکم. سلام. خوشحال هستیم. سلام. چیزی احتیاج ندارین؟ بله. چیزی احتیاج ندارین؟ پذیرایی نمی کنن توی هواپیما، مهماندار نداره. وقت این کارا رو نداریم. اون چیه دسته؟ بله؟ اون چیه دسته؟ این خودآموز انگلیسیه دیگه. خودآموز انگلیسی؟ بله بله. انگلیسی یاد بگیرین؟ بله که برای چیزای روزمره اونجا هتل و باغ وحش و پارک و اینا میریم. احتیاجی به اینا نداری. این کلمات رو حفظ کنی. منو نکشین. بازار خب اینا لازمه. لازمه، لازمه. ما توریستی ما میریم، خب برای چی این لازمه اینا؟ لازمه، لازمه. منو نکشین چی میشه؟ نگیش میشه. Don't kill me. Don't kill me. ما رو تیکه تیکه نکنین. اینا لازمه آقا. لازمه، آره. لازمه اینا. من تفریحی نمیم. نه. لازم میشه اینا؟ لازم میشه، لازم میشه. روز توریستی میخوام بریم بچرخیم اونجا دیگه. نه نه لازمتون میشه. ما رو تیکه نکنین چی میشه؟ میشه cheat to us. Don't cheat to us. Don't cheat to us. به ما رحم کنی. ما اینا رو باید یاد بگیریم؟ آره آره حتما حفظ کنیم. توریستی نمیریم بگیریم. به ما رحم کنین چی میشه؟ Please cheat to us. اون قبلی بود. Pity to us. Pity to us میشه یعنی به ما رحم کنیم؟ راستی قربان ما اصلا پاسپورت نداریم. پاسپورت نداری؟ نه. خب یه کار دیگه کنیم.
چیز کن، میخوای تو که پاسپورت داری برو، من برمیگردم. قربان من کجا برم؟ من چیزی ندارم. من هیچی ندارم. یعنی هیچ مدرکی همراهتون نیست شما؟ فقط یه کاغذی که شما به من دادید، اندازه پایه که شقای خانم کفش. بذار جیبتونو حالا. هیچ مدرکی نداری؟ نه من نداریم پاسپورت دیگه. میخوایم برگردیم ما تهران. نه قربان، میگه به این خلبان بگو ما رو برگردونه تهرون. صبر کنم چی میگه؟ بله. نه باید ادامه بدیم به مسیرمون. پاسپورت یعنی نیاز نیست اونجا؟ اونجا اصلا پاسپورت احتیاج نداری. ما رو نکشیم میشه چی؟ دوم کیل می. اینا لازمه یاد بگیم. لازمه. این یه ماموریت عملیاتیه. بله بگو به ما رحم کنیم. بگو don't چیزه don't you please chip to us. اینا رو بگید. داریم به مقصد میرسیم. این چترای نجات رو ببندید. ببخشید. فرمودین چتر نجات؟ آره. مگه ما هواپیما اونجا فرود نمیاد؟ نه اونجا امکان فرود نداریم. به مقصد که رسیدیم با چتر نجات باید بپریم پایین. مگه بارون میاد اونجا؟ معذرت میخوام من. ببخشید جسارتان ما کجا داریم میریم؟ ما داریم میریم کلومبوتو. ماموریت شما دستگیری پلنگ‌های کلومبوتوه. دستگیری پلنگ‌های کلومبوتو؟ بله. قربان اینو برگردیم قصبی. برگردیم. ببخشید من یه سوالی مرد و مردونه بپرسم جواب میدی؟ بله حتما. زودتر وقت نداریم. سریع. توریستی مگه نبود؟ ببخشید ما اونجا چه خبره الان میریم؟ تا حالا 200 نفر از کارگاهان زبده جهان به این ماموریت رفتن که متاسفانه 198 نفرشون بر نگشتن. خب با جای شکرش بقیه دو نفر برگشتن. اون دو نفر شمایی که هنوز نرفتیم به این ماموریت. ساعت؟ بله قربان. بله قربان. میام چیزه؟ رسیدیم. زنگ بزن بابا من اینجا. سلام. سلام قربان. کجایی؟ ما در راییم. گوشی. رئیسه. بله. رئیسه. داریم میرسیم. عجله کنیم. بله. سلام. سلام علیکم. خوشحال هستم. کارگاه پشندی، اداره کشفیات به وجود کارگاه شجاعی مثل تو افتخار میکنه. ما از همینجا شما رو پشتیبانی بله. میکنیم. این ماموریت با کمال افتخار در پروندم درج میشه. ما مگه برمیگردیم دیگه که در پروندم درج میشه؟ الو. بده من گوشی رو. پلنگ. ببخش. چی؟ بله قربان مفهومه. من سوسکم نکشتم قربان. دیگه وقتشه واسه بپرید. بله. دیگه وقتشه واسه بپرید دیره. شما بفرمایید زن خورده کاری داریم میاد. قربان شما نمیدونید دستشویش کجاست اینجا؟ برو. کجا برم؟ برو. نه شما بفرمایید برو. برو. نه شما پایتون گفتید که بجلوتر از من نرو. باشه بریم بابا. قربان. باشه. برو. برو. زهر مار تعطیلات آخر هفته میخواست. خب نشسته بودیم تو ادارمون این آدم ده. سلام علیکم. خوش آمد شماست. باشو من شما به ساعت برسه. من صحبت شماست. باز بپرید به ساعت برسه. من کار دارم انجام میدم. میام شما بفرمایید. بلند شو میگم. بلند شو. بله بدین من الان میام. خدا باشه نوبت شما. برو من میام. بیا بیرون. برو. این ولادی کجاست؟ اینجا چرش کنه؟ این خونه ها پلاک نداره. وارد چیه؟ وارد صندلی دندون پزشکیه. مال پلاک هشته. خانم شقایق کریمی میشناسیش؟ شما تا این میدون درست اومدی. از اینجا میری پایین. تو بزرگ را که رفتی اولین پیچ رو دور میزنی. میای دوتا چراغو تو بولوار فرعی رد میکنی. از اونجا یکی بپرس. الان من همه شو بهت بگم گیج میشی. ای بابا عجب آدم های بیمعرفتی هم. اینا به ما اشتباه آدرس دادن. خیلی 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 عجب. بیا. پس اینو برم پایین و پیشم تو بزرگ جا اولین فری سمت راست. واسطه یکی اونجا بهت میگه. خدا عمرت بده. شلخ جوانیت خیر ببینی. قربان تو. دست درد نکنه. خواهش میکنم. خدافز. مردم از دندون درد بابا. خب این قضایی که میخوری دندوناز بشور. چند دفعه بگم با مسواک دندوناز بشور. میخوای شبم بیام بوست کنم بگم شب بخیر بابا برم لالا؟ قربان من فکر میکنم حق با پدرتونه. مسواک برای دندون چیز خوبیه. تو فکرم مگه داری که فکر میکنی کسی با تو حرف زد الان؟ تو قربان منم تو قزمون
با مسواک میزدم دندونامو دیگه. تو اصلا میدونی مسواک چی هست؟ اصلا تو زندگیت مسواک دیدی؟ خب من تو قزوین مسواک میزدم. از وقتی که اومدیم تهران یادم رفت بیارم. الانم که دیگه یواش یواش سرم افتاد. اصلا چیزی تو سر تو هست که بیفته یا نیفته؟ حالا این با چه دیوونه هایی دارم صبونه میخورم. با کی بود؟ خب معلومه قربان، با من و شما بود دیگه. گفت با چه دیوونه جدی کسی نیست، من و شمایی. چایی تو بخور. قربان اینجوری غن نخورید، چرا با خودتون لجبازی میکنید؟ تو چشتون نرد؟ میخواید بریم یه دکتر جایی دندونتونه ببینید؟ من برم دکتر؟ من پاشم برم دکتر یا دندون هنده؟ آه! خب اینجوری بده قربان، درد میکشید اینجوری آخه؟ خب تو بده مزاره دیر شد. شما برید. خوب آدم توی روز برفی منتظر باشه نه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوشحال هستیم. حال شما چطور؟ خوب هست؟ منتظر کسی هستی؟ بله ما منتظر یه وانتیم والا. از صبح تا حالا ما رو همینطوری معطل کرده اینجا منتظرشیم، چون امروز یه روز خیلی به خصوصیه واسه من. یک روز به خصوصه برای تو؟ بله قراره که امروز وسایل دندون پزشکی شقایق جون رو بیارن از طرف دانشگاه بهش دادن. بله مبارکه مبارکه. شیرینیش پس چی؟ والا شیرینیش حالا قصهشو بدم. بله بعد دیگه شیرینیشو اون موقع که چیزی میگم. حالا که شقایق خانم اینجا هستن، بله بله، شما هم دندونتون مشکل داره، بله بله، باشون صحبت کنید شاید یه کاری براتون بکنه. من در آخر ببندن تو من دندون مشکل اگه مشکل داره کارگاه دندون بخیر. من بابا چه مشکلی؟ یه آدمی که روزی سه بار مسواک میزنه بعد هفته ای سه بار میره چکاپ مشکل وانتتون رو مطرح پرداشی راجی به کی صحبت کنید؟ ببند دهنه تو الان. اینه بله مبارک. اینه چقدر کارتون بزرگی داره. بله حرف نزن الان. خیلی هم سنگینه. نمیدونم که تا حالا. بله بله. سلام علیکم. سلام. چون چقدر دیر کردیم. خانم شقایق کریمی شما هستین؟ وا شما چقدر من کارگاه پشندی هستم از دایره کشفیات. خانم کریمی ایشون هستن. شما چقدر هستم؟ من سریعتر اساستون رو باشه وانت بذاریم پایین. حالا چه خبره؟ من یه کاری دارم با این باقا باید برم زود برگردم. کدوم آقا؟ با این آقایی که این توه. من یه کاری دارم سریع باید برم برگردم. تا برمیگردم سریع. ما چطوری رو برداریم از تو باشیم؟ چجوری بردارم؟ من چه بدارم خانم چجوری بردارم؟ دو تا کارگر بگی سریع بذارم پایین دیگه. پشنگی هستم. کارگر از کجا بیارم توی روز برفی؟ مامان دو تا کارگر بگی بذار پایین، به من مربوط نیم. آقا کارگر این یارو از یه چیز عصبانی بود. بله بیا سویچ ماشین رو بگی برو ماشین رو روشن کن تا من بیام. بدو بله ما دیگه کم کم میریم اداره و دیگه به هر حال امروز خیلی دیرمون شده. بله سویچ اشتباه دادید. این در سویچ بان... همینه اینو اینجوری اینوری میکنید تو در برو روشن کن بگاز بریم خیلی الان بریم. سنگینه بله میدونید مثلا کارگر این خیلی وزنش. بله به هر حال حالا تو راه ما اگه کارگر چیزی دید. بله بله ببخشید میگم که شما میشینی پشت فرمون یا من بشینم پشت خدا من میشینم پشت فرمون. مثلا همینه که این خیلی وزنش زیاده. خب ما کمکتون میکنیم. ما زحمتتون نه چه زحمتی حرفا چه دو تا آدم سر و مرو گنده ای حرفا چه تازه کارگر گیر نمیاد قربان. ببین تو این برف دهن تو الان خیلی دهن کنید متشکرم میشم. اگه زحمتی نمیشه ما بریم خونه جاشو درست کنیم شما اینو بیارید. به هر حال ما به شما میشون بسپرین با ما اینو. بله بله شما بفرمایید دهن تو کارو خیالم راحت. بله بله مرسی کریم. ما خودمون خیلی مگه ما مردیم زحمت میشه برای اختیار نمیخوش بریم کم کار بدی کردم. ساید من از دست کجا برم؟ برای چی میگی ببند دهن تو؟ بله خوشحال هستیم. بله خیلی مواظب این باشینا. بله این بسیار یونیت حساسیه و خیلی زود بهش برمیم. ما مواظب هستیم. بله خواهش میکنم اون 700 کیلو اون بارو برای چی میگی اینو چجوری ما بیاریم پایین؟ هفت تا کارگر میخواد. خب قربان اینه میر ای خدا بابا یه چیزی بهش بگو دیگه داره بی احترامی میکنه. آقا جون مواظب حرف زدنت باش. یه رفت دیگه این حرفا بزنی ها مین حشیدی از چه قوت دیدی ها. آقا شما نمیدونی که این آقا پسر تو آدرس اشتباه به من داده. من دو ساعت تو این تهران تو این ترافیک اسیر شدم تو دوباره اومدم اینجا. به من چه خنگول تو آدرس تو 10 دفعه اومدین چون من تو آدرس دادم به من چه تو آدرس اس توه تو به من دیگه خیلی من خنگا من میگم آقا شما من شوی شرده برای چی نیست من قاطی هم میفهمی قاطی سرانه عزیزم
شیشادونه 500 تا پولش ها. حالا اینجا چه زنگ میزنم جای جای بیاد اینجا بیچارهت کنه. برو ببینیم بابا. من از کار زندگی انداختال به من میگه خنگ. یه چیزی بهش بگم و داره پر رو بازی در میاره. اگه من دیگه سمش اونو بنداز. اونو بنداز. اونو بنداز شما. صبر کن شما چرا عصبانی هستی آقا؟ شما که آدم به خاطر یه آدرس هم که اینقدر خودشو ناراحت من میخوام اینو بهش بگم صبر کن آقا جان صبر کن عزیز من شما به من ببین به من نگاه کن من خودم اینو آدمش میکنم شما بفرمایید قربونت برم شما من فقط اینجوری بلدم آدرس بدم نمیخواد دیگه از دفعه دیگه برو از همونی که تو اتوبان بود بپرس میدونم دوباره بابا جان من ببین به خاطر موی سفید من شما کوتاه بیا فقط به خاطر گل روی تو چی نمیگم من آدمش میکنم شما بفرمایید ببین بسنه دو شما چشم تموم شده بفرمایید شما بفرمایید ناراحت نکنید خودتون من فقط مراعات حال شما رو کردم چیزی بهش نمیگم این پام گیر نکرده که اون پام اینو ول کن یه ذره قربان اونو ولش کن پای خودم خوب شد اومد یا قربون شکت به یه دست بزنید بیا این پام گیر نکرده شد من نمیتونم بذارم پایین بله دوستش بذار پایین دیگه پام له شد میگم بیا ببین صدا تو برای من نبر بالا من امروز خیلی خاطی هم من مخلص شدم من کی صدا هم برو میگم که بیای کمکی کنیم پام اینزی قلم شد گفتم من کمرم در دکانه نمیتونم اشکال ندیم آقای عزیز هیچ میدونی با کی داری اینجوری حرف میزنی؟ اگه کارگاه بخواد از قدرتش استفاده کنه میندازه تو هول افتینی حالا حالا باید آب خنک بخوری صحبتتون ولش کن من ببخشید من برای اینکه آقای پیر دوست و اینا رو صدا بزنم بیان کمک اون پام نیست ولش کن برای اینکه کمک کنن بیان کمک پامو دارن میتونم یه ذره صدا برم بالا صداشون کنم بفهم صدا کنی سر آقای پیر دوست کورا چی شده کارگا ده سلام علیکم ده این چیه؟ اینه از این صندلی های دندان پزشکیه حالا دینم شما میخواین اینجا مطب دندون سازی تو خونه من را بندازیم آقا دیگه من ببخشید من الان پام داره له میشه آقا تاگه شما کمک کنی من توضیح عرض میکنم توضیح نمیخوام من چقدر داری اجاره میدی میخوای ملک و تجاری کنی بله. تو حرف نزن نو خود اصلا کی با تو میدم دهنتا شب کن من اجازه نمیدم تو خونم این برنامه ها را بیفته ها من اجازه این کارا رو نمیدم آقا من نمیدونم تکلیف من رو روشن کنید بابا بذار شما تکلیف روشن آقا داد نزن بی خودی بذار رو کولت همونجوری که آوردی ورده ببر بابا پس کرایه‌ام چی میشه کرایه تو همونجا بگیر همون جایی که میدی کرایه تو بگیر تو حرف نزن بابا سر کن ببینم واسه چی داری میگی بابا ببینم کولش ولش کن بابا ما رو این پای من ببخشید این پای من تا قلم شد اینو میشه که اون پام نیست این پامه شما دیگه نه تقصیر شما بگیرین از این پا چرا کجا میره آقا من الان میرم دنبالش آقا من نمیذارم بره کجا میره این آقای ببین خانم خوب شد اومدین ها اجازه بده خوب شد اومدین من خانم اجازه نمیدم از این برنامه به دندون پزشکی این چیز را بندازین ها من اجازه بده آقای پیردوست مطب چی چیه اینا رو دانشگاه داده به شقایق ایشون هنوز درسش تموم نشده وقتی درسش تموم شد بعدن میرین چه مطب میکنه خب اگه البته نظر شما اینجوریه هیچ اشکالی نداره یعنی چی اشکالی نداره صاحب کوروش تو چی چیه اشکالی نداره من اجازه نمیدم این چیزا بیاد تو خونه منو بابا بابا تحویل بدی واسه چینو بر کردی دوباره با اینا داری برمیگردی اصلا واسه چی همچون راتو گرفتی واسه خود رفتی کی به شما اجازه داده بود میدونی امروز چه روزه به خصوصی واسه من آقای محترم اجازه بده شما اگه میدونستی امروز چه روزیه واسه یک دندان پزشک محترم روزی که یونیتش از طرف دانشگاه بهش تحویل میدن یه روزی که واسه عروسیش میمونه
مبارکه مبارکه. میشین سواره باشه میشین دنبال من میای آروم هم میای اون یونیسی چیش نمیشه. حرف زیادم نباشه دنبال من میای یا زود باش. شاید این پامو بگیرم. خیلی سنگی به شما نمیتونم بگیرم که آقای آقای وایس. این پام نیست اینه ولش کن. وای واقعا من شرمنده ها. آره این بار تو تویله که ما بریم دیگه بابا دیرم شد خیلی هم نه با شما نیست با شما نیست با. ما خودمون الان دوتا کارگر کارگر هست الان چکا این قلم شد پا کمکشون کن دیگه. یه بسته بابا بذارش من بریم. مگه من با شما نیستم؟ شما بفرمایید ما اینو درست میکنیم. من با این آقا دارم حرف میزنم. خیلی دیر شده رئیس دیگه رامو نمیدید که ادارم. آقا کمکشون میکنی میاری پایین هم تو راتو کشم. چشم 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 بگو چشم. خودتانم گفتن جایی نمیبینم. بیا اینو خم کن پام قلم شد. بابا من کمرم درد میکنه نمیتونم اینو بذارم. پس خانم کریمی رو صدام. خانم کریمی بابا نوکه هیچ نه هیچ نه هر کاری بگیرم. پس بیا اینو ما بده پایین بده بیاد بلن کن بیاد این بری بده بیاد بازی من برم پایین یه باش خیلی خوب دیگه از اینجا به بعدش دیگه پای خودتونه دیگه من میخوام برم دیگه چی باید خودمونه چجوری ما اینو ببریم تو بابا من از اون خیلی علاف شدم بابا بذارید من برم دیگه خیلی خوب بذارید من برم بیمه کرایشو بده بره من چرا بدم قربان؟ میزنم با برف سال دیگه بیای پایینا کرایت چو بده آخه یلا آخ بدبختی شو کرایه منو بده من برم برو دست شما درد نکنه خداحافظ خب من فکر میکنم رفت فکر میکنی را؟ بله میکشمه برو الان چیکار کنیم؟ بله؟ الان چیکار کنیم؟ بعد اینو ببریم تو خب از در نمیره این بس از کجا ببریم قربان؟ الان به چی ایستادی نگاه میکنی؟ میخوام در رو باز کنم قربان خب باز کن کجا میری؟ قربان میخوام در رو باز کنم از اون ور برو در رو باز کن دیگه دستم نمیرسه بریم ببریمش تو بابا من یه محاسبه ریاضی کردم بگو ببینید الان طول این کارتون از عرض این در بیشتر خب نمیره تو دیگه خب ببینید نمیره تو ای خدا خب این از طول نباید بره تو عرض این این باید بچرخه به طول بره این تو ببخشید بابا بچرخون از اون ور اجازه بدید من این فشاری نیست اون فشار نده این باید بچرخه برو نمیره اینطوری
غلطی کردم. من تو یعنی میکشم تو رو، تو صبر کن. چیکار کنیم اینو؟ قربان یه فکری کردم. میخوابونمت کف خیابون با ماشین از روت رد میشم. فکر نکن. چشم. خودم فکر کردم. این تنها راهش اینه که از این بالا بره توی تو خونه. خونه. برو تناب بیا. برو از اون بر. بسی سر تناب و قشنگ محکم ببند به یه درخت بیا. محکمه اون محکم و محکم بستم قربان. خیلی خوب. خیالتون راحت. حالا باید بریم یه نردبون میاریم میذاریم اینجا. میریم بالا. بله. بزنم مغزت بیاد تو حلقت. با جلوتر از من رفتی تو تو. خب قربان بار سنگین دستمونه دیگه، تعارف نداریم که. چی کار میکنی؟ خب بریم دوباره من از اول. نمیخواد، برای دفعه بعد گفتم برو تو یخ کردم. بله بفرمایید. سلام علیکم. خوشحالم واقعا با اسم زحمت شما. بله نه بابا نه. ببینید یک دقیقه صبر کنید. بله من اینو اندازه بگیرم. من فکر کنم این از در رد نشه. بله از اون این آها اون دره چند سانته مگه؟ بذارید من اندازه بگیرم. بله بفهمم دره چند سانته. اینو اندازه بگیرم. کمک میخواد. این فکر نکنم در چند سانت بود شیبا؟ در فکر کنم یا 80 بود یا یک متر و 80 سانت. آها. یا 80 یا یک متر و 80 سانت. برو اندازه بگیر. برو اندازه بگیر. ببخشید این کارا رو قبلا نمیتونستین بکنین قبل از اینکه ما بیایم؟ نه اشکال نه. ببخشید آخه اون وقت این اگه از این در رد نشه بعد من باید ببریم اینو بیرون. آها. از اون پنجره پشت ساختمون ببریم. بله. از اون ور. بله بله بله. بله. این در این چند متر بود این؟ این یک متر و 90. اون وقت درت اون پشت پنجره چند متره؟ اون یک متر و 20. 20 یعنی رد میشه. خیلی برم شما هم نرفتی ندارتون. میریم پدر جون. میریم پدر. که میریم دیگه؟ میریم. بگیر اینو بگیر. بابا مبارکه خانم. یخچال تو مبارکه. نه آقا تشن یخچال نیست، این یونیت دندون پزشکیه. بابا مبارکه. بله مبارکه. خرابم داره میشه. بله این اندازه بس. تموم نشد. آقا دکتر یه نگاهی به این دندونه بذار من بکنم. دندونه من بگی بریم اینو. من فکرم شما دندوناتون یه اشکالی داره، دارین از من پنهان. نه من دندونم راست میگه. چرا تعارف میکنین؟ دندونتون درد میکنه. بریم پنجره پشتی. من اندازه کردم چقدر اون؟ یه متر و 80 سانت بود. اشتباه رد نمیشه. بریم از پنجره از اونجا باید تشریف ببرید. من کمرم دیگه راست نمیشه. یه متر و 20 سانت حتما رد میشه. اصلا تردید نکن. ببینید چی شما کی بخورین میشکنه دیگه. ببین این یونیت از دست رفت. اینا کمک نیم. ببین این میشکنه. ببینید این شکست تموم شد دیگه. من اصلا نمیخوام دیگه. بیا برو تو. یه فلز گیر کرده. برو تو یه ذره. اونو بده تو. این بیا. ای بابا. خانم جوتر این بکه من خیلی شیطونه. مرتضی این خواهش میکنم وقتی اومده این دندونا که یه نگاه کنید. این اصلا از بچگی از اون بچگی تا حالا دندوناش مسواک نزده. از بچگی تا حالا دندوناش آقای کارآگاه مسواک نزده؟ نزده.
قربان میگم چقدر خوبه روزایی که دیر میایم اداره از پله‌های اضطراری پشت ساختمون بیایم تو. همین یه چند تا چیز اینجوری هم از من داری. بله قربان. مغز که نداری که من افتخار میکنم هر چی فکر میکنم میبینم خیلی شانس آوردم که سر مسیر راه شما قرار گرفتم. کاش اون قلم پات شکسته بود که سر مسیر راه ما قرار نمیگرفتی. چرا قربان؟ تلفن بزنید پیغامگیر. میدونم خودم الان. سلام علیکم. با دفتر کارگاه پشندی تماس گرفتید. لطفاً بعد از شنیدن صدای شلیک پیغام خود رو بگذارید. متشکرم. پروندت رو میزنی زیر بغلت میای تو اتاق من. لهت میکنم. قربان رئیس بود. خطر شما رو تهدید میکنه؟ اون فکتو ببند. حرف الان نه، در مواقعی که نباید حرف بزنی ببند. که همه بدبختی که میکشیم از تو میکشیم. چرا؟ که اگه صبح یک کلمه تعارف نمیکردی به خانوما الان این بدبختی نشده من بود. من نیتم خیر بود قربان، گناه داشتن تو سرما اون دختر. تو سرما؟ بله. گناه داشتن سرما با. برو بله. کنار من رد شم. کنار الان، این کناره. ببخشید. اینه گونی سیب زمینی. اسلحه. قربان اجازه بدین من یه مقداری توضیح بدم. گفتم اسلحه. بله بله قربان. آخه من ببینید این مشکلی که هست اینه که من چجوری اسلحه رو بده. اسلحه. بله این اسلحه بفرم خدمت شما. آها خب بله. سویچ ماشین. قربان بابا اجازه بدین من یه توضیح. سویچ ماشین. بله بله چش قربان. این سویچ ماشین قربان اینا رو گرفتین که ما دیگه اصلا کار نمیتونیم بکنیم که. تو از این به بعد بله بله. به طور اختصاصی برای خود من کار میکنی، فهمیدی؟ قربان گرفتم، یعنی به طور خصوصی اینا نور چشمی و این مایه ها دیگه. بله چشما که ما در... بله در خدمتتون هستیم. خرید میکنی؟ بله. میبری در خونه تحویل میدی؟ بخشین قربان چی؟ گوشت 5 کیلو، بادمجان 10 کیلو، بستنی، پنیر خامه‌ای، کدو. قربان اینا چیه؟ گوش کن، شما دوتا تا اطلاع ثانوی کارهای شخصی من رو انجام میدین. بله بله. فهمیدی چی شد؟ قربان اجازه بدی من توضیح بده. آخه اینجوری که نمیشه که. قربان برو من... به کارت بره. قربان من توضیح میدم شما اجازه بدم برو به کارت بره. قربان شما اجازه بدی ما یک بار دیگه میتونیم خودمون رو ثابت کنیم. خودمون نمیفهمی شما... چی میگم. بله میگم بله. برو. بله بله. قربان شما الان عصبانی هستین. برو. برو. شلقم. قربان همینجاست پلاک 39. دیدم خودم همین پلاک 39. بله بله. اجازه بدین من کمکتون کنم. نمیخواد، هم اونا رو نگه دار وایسا عقب. سلام علیکم. خوب هستین؟ حال شما خوبه؟ من پشندی هستم از اداره کشف دستیارم هستن. بعدم اوامرتون اطاعت شد، سبزی خوردن، هویج و نون و اینا گرفتیم، فرموده بودین خدمت شد. این دستی که ببخش. من گفته بودم پنیر خامه‌ای بگیری، اینا چیه گرفتین؟ پنیر خامه‌ای نگرفتیم، پنیر خامه‌ای نداشت، معمولی شد هم. ببخش. این سبزی خوردن چرا تره نداره؟ تره چرا نه، این دستیار خرفتم اینا رو خریده یه کمی اشتباه کرد. پنیر خامه‌ای تره هم میگیریم خدمتتون. من به این کارا کاری ندارم، پدر اون کسی که شما رو فرستاده خریده در میاره. بله این چی؟ این همه بیا جلو. خانم دارن صحبت میکنن. سلام. دستیارم اینا رو خریدن همه رو. بله ببخش. بله دیگه حالا مهم نیست، سر راتون دو کیلو گوشت گوسفندی هم بخریم بیاد. گوشت گوسفندی؟ بله 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 چش گوشت گوسفندی. گوشت گوسفندی یادداشت کن. گوشت گوسفندی بفرمایید شما. بفرمایید. خداحافظ شما. ببخشید. سلام به شما. بله شما برو برو. بله تا حالا گوشت گرفتی؟ تو تهرون نه، تو شهر خودمونم نه، اصلا گوشت نگرفتم. میگم برو جلو مؤدب به این آقا میگی که یه مقدار گوشت میخواستیم لطفا. قربان این آقا خیافش یه جوریه ترسناکه، احساس خطر میکنم. بیا دوتایی با هم بریم قربان. ای خدا شما دو نفر چی میخواین اینجا ساعت واسطین زل زدید به معنی گربه؟ من الان عرض میکنم ما یه مقداری جسارتن البته اگه مشکلی نیست گوش میخواستیم. ببخشید.
گوشت چی میخوای؟ گوساله، گوسفندی، چرخی، چه گوشتی میخوای؟ گوسفندی اگه میشه. گوسفندی؟ بله بله. چند کیلو؟ 2 کیلو قربونش. 2 کیلو پولتو آماده کن. قربون بهش بگید برای رئیس میخوایم گوشت خوب بدیم. نزن میدونه خودش گوشت خوب میده. چقدر میشه ببخشید؟ 6000 تومان. 6000 تومان؟ بله 6000. بله الان تو خدمتتون تقدیم چی پول بده؟ پول من ندارم. پول هر چی داشتم دادم به والدین. ببین چقدر داری؟ الان خدمتتون پول تقدیم میکنم. 1400 تومان بود. چقدره؟ 1400 کنم اینو. دیگه ندید. این قربان تازه 250 تومان میخوایم برای تاکسی. میخوام برگردم. چقدر میمونه؟ قربون شما برم. 1150 تومان بود. ببخشید. ببرم. من کارگاه پشندی هستم از اداره کشفیات. باش، چه ربطی به من داره؟ من همینجوری محض اطلاع گفتم شاید بخوایم بدون. عرض کنم که گوشت ارزونتر هم دارین مدل دیگه ای باشه؟ گوشت ارزونتر هم دارین؟ یکم دیرپزه ولی هر کی برده راضی بوده. راضی بوده. 1150 تومن داریم. میشه با 1150 تومن؟ با 1150 هم میشه. حالا یه کارش میکنیم. همون دیرپزه میشه. همون دیرپزه. قربونت. من گوشت خوب بهت بدم. قربونت به همون دیرپزه رو بدیم. مهمون رئیس. بفرمه اینو خواهش. قربون رئیس مهمون داره. صحبت نکن. مهمونش تو سرش بخوره. چیکار کنم مهمون؟ همون 1150 تومن گوشت دیرپز اگه میشه بده. بله بله. قربونتون برم. بله برو. خیلی ممنونم. بفرمه گل. باز تو جلوتر از من رفتی. معذرت. وایسا حالا دیگه نمیخواد حالا. بله چشم. مردم دندون درد. خب قربان شما حتما امروز باید برین دکتر. من دندون پزشک نمیرم این 100000 بار. آخه همینجوری باید هی بس. سلام علیکم. سلام. خوش اومدید. شما چطوره؟ خوبه؟ خوش اومدید. خسته نباشید. خوب هستید. آقای کارگاه واقعا من شرمنده ها. خیلی ما به شما درد سر و زحمت. نه ما کاری نکردیم. من خیلی شرمنده شما. بله. ببخشید آقای کارگاه شما دندونتون درد میکنه. صورتتون ورم کرده دستتون. من نه. من این زمستان ها یه کمی یه ور لپم باد میکنه. حساسیته. دروغ میگید. خب راستش بگید که ببند الان فکرتو. بله. اینه که حساسیته یه مقدار. من میگم که آقای کارگاه من این دستگاه رو گذاشتم. بله بله. یعنی نصبش کردم و میخوام با شما افتتاحش کنم. با من؟ بله. من یعنی این رو با من اینا بستین من قیچی کنم؟ نه من میخوام دندونای شما رو درست کنم واسه اینه که میخوام این دستگاه من دندونام آخه مشکلی نداره. ببینید ما الان رفتیم بیرون وسایل پانسمان و آمپول بی‌حسی و همه چیزایی که لازمه گرفتیم. بله من آخه من دندونام مشکلی نداره که من برای شما حتما باید ببینین با این درد. من دندونام مشکلی نداره. آمپول اینا درد نداره ها چون بی‌حسیه. بی‌حس میشه دندون. آمپول میزنین مگه؟ آمپول میزنین تو لب؟ قربان این آب میوست بخوریم براتون خوبه. خانم کریمی گفت با دندونای من که چشمو از ترس بسته بودم نمیدونم چیکار کرد. این قرص مسکنم بگیرید قربان. نمیخوام. چرا قربان؟ فکرمو در آورد. ولی من که احساس خیلی خوبی دارم قربان. احساس خوبی داری تو؟ بله بله بله. برای چی؟ آخه برای اینکه امروز به خانم کریمی کمک کردیم. وسایل دندون پزشکیش و اون یونیت رو آوردیم کمکش کردیم تو خونه. افتتاحش کردیم. درسته. یه روز خوبی برای ایشون بود. روز خوبی برای ایشون بود. بله بله. احساس کلا خوبی داری؟ بله بله قربان. آب میوه‌تون رو بخور. الان راجع به احساس خوبت صحبت می‌کنیم. صبر کن. بله. الو. الو. سلام جناب رئیس. سلام و مرگ. بله. سلام و زهر مار. بله بله. آبروی من جلوی مهمونام رفت. بله قربان. این گوشتا چی بود خریده بودی؟ گوشتا قربان چی مشکلش چی بود؟ این گوشتا ناپز بود. بله. دندونای همه مهمونام منفجر شد. بله کارگاه. بله قربان دندون پزشک آشنا من سراغ دارم اگه خواستی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که فردا صبح خودت رو معرفی کنی کارگزینی اداره. بله 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 بله. الو. قربان مسئله شده. خطر ما رو تهدید میکنه. کلن گفتی احساس خوبی داری نه؟ بله 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 کیه؟ برم در رو باز کنم. بشین. کیه؟ بفرمین.
سلام علیکم. سلام. خوشحال هستیم. خوب هستین؟ بله خیلی ممنون. شما خیلی کارگاه من با استادم مشورت کردم. بله. گفتن که شما کلا بعد دندوناتون جراحی شه. کل دندونا. بله یعنی باید همه رو یکی دونه بکنیم و دوباره از اول بذاریم سر. چرا چطور؟ به خاطر اینکه این دستگاه من متش این دریل شده بود. بله. واسه اینه که بعد دندوناتون رو جراحی کنیم. چرا اون وقت دستگاه شما متش این دریل شده؟ به خاطر اینکه به خاطر حمل و نقل بد دانشگاه گفت به خاطر حمل و نقل بد و اینکه اصلا مواظبش نبودن و خورده خاک شیر شده من هیچ هزینه ای هم به من نمیدن. من چه کمکی از دستم الان برمیاد؟ شما تنها کمکی از دستم برمیاد دونی چیه؟ تمامه تو قسطا رو بریم بدین. بله. اینا این همه این دفترچه قسطای یونیت منه. بله. اینو که دادین وقت من بهتون میگم که چیکار. خیلی خوشحال بله. هستم. با اجازه شب شما بخیر. احساس کلن خوبی داری گفتی؟ این قسطاشو که دادی تا ببین سر ماه به سر ماه بگیر اینو قسطای این دفترچه رو میبری میدی سر وقت پرداخت میکنی تا قسط آخرش. خب من چرا باید پرداخت کنم قسط؟ تو چرا؟ گفتی کلن احساس خوبی داری؟ احساس خوبی داشتم الان اصلا احساس خوبی ندارم. گفتی کل احساس خوبی داشتی الان کلن احساس خوبی؟ ندارم. نه اینو نگه دار. بله. اینجا. چی شده قربان؟ این دکمه رو یه دقیقه. خطری منو تهدید نه بشین. کلن احساس خوبی داشتی؟ بله بله. الان دیگه احساس خوبی؟ نه. اینو محکم نگه دار. بله. قربان این الان چیه بود؟ کجان اینا؟ آقای کوروش، آقای پیردوس، کوروش، سلام میکنن میان تو. یه شیر و کیک بده دیرم شده. نداریم. بله؟ نداریم، نداریم. شیر و کیک بده، نده چی نداری؟ شیر و کیک داری بده. دیرم شده اداره. برو بذار به مطالعه ام برسم. مگه خونتون بهتون صابونه نمیدن؟ بای تو فضولی. پدرم خوابه. شیر و کیک اونها اون شیر اونم کیک. شیر و کیک بده. چه با صبح اول صبح مغازه رو گشتین رو سرتو. بابا شیر و کیک میخوام دیرم شده بخورم برم نمیده. خب چرا مشتری رو نمیده کوروش؟ شما اجازه بده من یه ارواح خبی سلام برات احضار میکنم. اجازه بده به من. تو هنوز ورکل معامله نیستی کوروش. دست ورده بابا این کتابا ورکل. یه شیر و کیک بدی من دیرم شده. علمیه، کتاب علمیه، این کتاب علمیه، این کتاب علمیه. من دیرم شده. از دیشب تا حالا منو کچل کرده بابا. دست بردن این کتابا. من دیرم یه شیر و کیک میدیم برم. چی میخوای بابا؟ تو چی میگی؟ بابا یه شیر و کیک بده بخورم برم. دیرم شده. این شیر و کیک 1500 تومن. هزارو؟ 1500 تومن. برای چی 1500؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بفرمایید. تو دماغ تو نمیتونی بکشی بالا به طور کامل. روح احضار میکنی؟ برو تا روح خبیثتو احضار نکردم برو. تو چی میگی کارگاه؟ پسر من هر غلطی هم دلش میخواد دوست داره انجام میده. تو برو به کارت برس. به سلامت. خدا شفا بده انشالله. به سلامت. بفرما. اجازه بده به من یه لحظه. کوروش، کوروشم ول کن بابا. دستیار مثلا داریم. ساعت 10 صبح مرده. مردم. بله. الو. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. من قلی مرادم با ساعت کار داشتم. بله. قلی مرادم من با ساعت کردم. گوشیو بده به ساعت. قلی مراد؟ بله. نیست ساعت آقا جان. نیست آقا جان. نیست ساعت. چرا بابا گوشیو بده به ساعت هستش. میگم نیستش. نیست. بابا گوشیو بده به ساعت. من حرف الیش نمیشه گیر داده. میگم نیستش. درم. گوشیو بده به ساعت. قربان با من کار دارم. گوشی. تو اون زیر چیکار میکنی؟ اون زیر داشتم پرونده جنایت یک مرد رو داشتم مطالعه میکردم قربان.
زیر میز برای چی؟ آخه برای اینکه ترسیدم رئیس یه او بیاد ما رو ببینه، دارم مطالعه میکنم، بعد دیگه از همین پرونده ها رو بده به ما. یه خود ترسنه که آخه این روزا میدونی که تنوع خب فاش شب و نمیدونم پلنگ و روز و نمیدونم مارمولک روی دیوار. خیلی خب بگیرین و با تو کار دارن، بگیرین و بده من اونو. میخوایی تو مطالعه کنید. الو سلام علیکم. سلام علیکم. شما؟ سلام ساید، من قلی مرادم، حالت خوبه؟ سلام قلی مراد، حالت چطوره؟ خیلی ممنون، من از قزوین زنگ میزنم، یه بار خورده بهم واسه سبزه بار. خوب. بعد از ظهر راه میافتم میام تهران، شب پیشیدم میمونم، صبح اول وقت میافتم رو به سبزه بار. خیلی خوب، پس آدرس یاد داشت کن. آره آدرس به من بده که من میخوام بیام. میدون گلها؟ خوب. خیابون یاس. خیابون یاس. پلاک هفت. پلاک هفت. منزل آقای پشندی. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید قربان، دستم نمیرسه. کی بودین؟ قلی مراد. اونو شنیدم. بله. آدرس برای چی دادی؟ خب آخه قراره که بیاد شب پیش ما قربان. شب قرار بیاد پیش ما؟ بله. صابخونه اینجا نشسته. سرخود مهمون دعوت میکنین؟ شرمندم قربان، پیش اومد دیگه، خودتون دیدید. پیش اومد دیگه؟ بله. حالا چیکار کنم؟ حالا هیچی، اگه زحمت نیست نمیدونم به پدرتون بگید یه کاری بکنه، شامی چیزی درست کنه. ساق پاتو بیار. برای چی؟ به پدر من بگی شام درست کنه؟ قربان آخه من که پاشو برو خرتوپرت بخر ببر خونه شام درست کن. مرخصی ندارم آخه، به من مرخصی. پاشو. قربان مرخصی ندارم. برو. آبشندی دو هزار تومان بده روح خبیث برات حساب کنم. نمیخوام بابا، پولم کجا بود؟ مفتی برات حساب میکنم، مفتی برات روح حساب میکنم. نمیخوام، میزنم گردن زمین. آقا آبشندی میترسه، آبشندی میترسه، میترسی داری میترسی. سلام آقای پشندی، امروز مهمون داریم، امشب کارگاه من فرستاد کمکتون کنه. تو چی میگی؟ امشب مهمون داریم، کارگاه من فرستاد کمکتون کنه. مهمون هم دوستم. بله از قزوین میاد، قلی مراد. یه نتیجه بکن دسته کار این کارا رو انجام بده. خب شما اون وقت هیچ کاری نمی کنی؟ چرا؟ من روزنامه میرم بخونم. روزنامه میرم بخونی؟ بله. خیلی خب، بده من با کمکتون برم در بیارم. ساید؟ بله. هزار تومان بده برای روح هزار کنم، روح خبیث. روح خبیث؟ آره. ببین من دل جیگرشو ندارم، یک بعدش هم یه عالم کار دارم، حوصله ندارم. من کمکت میکنم، من کمکت آقا جون میکنم. نمیخوام کمکت، تو برو تو کوچه با بچه ها بازی کن. ساید؟ بله. من چیز میکنم، ببین پس اگه این قلی مراد دوستت اومده خب بگو شب بیاد من روح خبیثشو هزار کنم. ببین اذیتم نکن، من هزار تا کار دارم، هزار تا کار مونده دارم، شبم مهمون دارم، ظرف نشسته دارم، اذیتم نکن، برو بابا. ببین من هزار میکنم، من میتونم با این کتاب هزار کنم. سر ندارم تو هم هی داری چیز ببینید من سویچ ماشین و تو از این به بعد به طور اختصاصی تو از این